شما بابت هر قتلی که بود ناراحت نمی‌شدی بگی مثلا؟ نه اصلا ناراحت نیستم. مادر میگوید هیچ حس گناهی از کشتن فرزندش ندارد. اصلا ناراحت نیستم. خودم مادر راضی میشه بچه‌ش. اما سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟ راضی شده. خب راضی شدم. مقتول این پرونده بابک خرمدین است. یک کارگردان ایرانی. از جمله فیلم هایی که بابک خرمدین کارگردانی کرد سوگنامه برای یاشار است. اعتراف به دو تا قتل دیگه هم کرد. حالا پلیس میگوید پدر و مادرش 10 سال پیش داماد خود را نیز کشتند و 7 سال بعد دختر خود را. علتش رو هم میگن در واقع بعد از اینکه دخترمون داماد کشته شد و از بین رفت، متاسفانه دچار انحرافات شد و دوچار اعتیاد شد. نگهبان پرسیدن گفته قلبش درد می‌کنه، داره میبرمش بهتری. گفتند دختر و داماد خود را همان گونه کشتند که پسر خود بابک خرمدین را. جسد را قطعه قطعه کرده و آن گونه که در این تصاویر دیده می‌شود، قطعات را از طریق آسانسور به بیرون برده و در سطل زباله انداختند. اینم یه نایلکس اینها. یه دونه هم نیست، دو تا سه تا نایلکس کرده تو هم دیگه. برای هر قتل میگویند انگیزه ای داشتند. دکتر روانپزشک نیروی انتظامی گفته آنها دچار جنون و اختلال مشاعر نیستند. این پرونده افکار عمومی ایران را شوکه کرده و در شبکه‌های اجتماعی مخاطبان غیر ایرانی را نیز حیرت زده کرده است. فساد اخلاقی بالایی دارد. پرونده‌های فرزندکشی همیشه و در هر کجا عجیب و حیرت آور هستند. آمار زیادی درباره فرزندکشی در ایران وجود ندارد. طبق یک تحقیق محدود 6 سال پیش 15% قتل‌های خانوادگی بین ایرانیان فرزندکشی بوده. آمار در آمریکا قدری شفاف‌تر است. سالی 500 مورد فرزندکشی که در 30% موارد مقتول یک فرد بزرگسال است. در استرالیا حدوداً سالی 25 فرزندکشی رخ می‌دهد. پس این پدیده آنقدرها هم نادر نیست. ولی وقتی پای یک کارگردان در میان باشد، پدر و مادر هر دو در قتل دست داشتند و این اتفاق بیشتر از یک بار افتاده و قاتل آنگونه که اینجا میگوید هیچ احساس گناهی هم ندارد، جنبه وحشت و هولناکی پرونده با غم‌انگیز بودن آن برابری میکند. همه همینه که چرا پدر و مادر به شکل عجیبی خونسرد هستند و نه تنها هیچ نشانه ای از پشیمانی بروز نمیدهند که از کار خود دفاع هم میکنند. اگه برگرده به قبل بازم شما همین کار میکنید؟ بله. بیشک در روزهای آینده هر گفتار و کردار این دو و روایتهایی که خود آنها و دیگران بیان میکنند زیر ذره‌بین تحلیل و گمانه‌زنی خواهد رفت. برای برادر و خواهر دیگر بابک خرمدین که زنده مانده اند و امروز به دادسرا رفتند، این تازه آغاز کنار آمدن و هضم مصیبت هاست. این پرونده سرشار از کش و قوس و ابهامات بیشتر و رازهای تکان دهنده است که برملا می شوند. مثل سناریوی بعضی فیلم هایی که بابک خرمدین به شاگردانش درس می داد. سیاوش اردلان، BBC. نعمت احمدی وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای احمدی، بعضا اشاره می کنند به خلأهای قانونی در رابطه با فرزندکشی در ایران. اشکال کار کجاست از لحاظ حقوقی؟ ببینید، ما یک ماده قانونی داریم، ماده 301 قانون مجازات اسلامی. در اونجا به صراحت میگه قصاص در صورتی ثابت است که مرتکب پدر یا اجداد پدری نباشد. همین مطلب، پدر و اجداد پدری، وقتی که اتفاق بیفته پدر قصاص نمیشه. وقتی قصاص نمیشه روی معاون هم اثر میذاره. البته من هرچی جستجو میکنم در قرآن ما این نداریم. 512-13 آیه داریم، آیات الاحکام، که احکام شرعی رو از این آیات گرفتن. این جزء موازین اسلامیه و این خلاف واقعا باید برداشته بشه و مشتهدین ما باید وارد گود بشن، چون نص صریح نداریم در مقابلش میشه اجتهاد کرد. آقای احمدی، چقدر فکر میکنید که امکان بازدارندگی داره در واقع بازنویسی قانون؟ چون همونطوری که در گزارش سیاوش هم شنیدیم، به هر حال فرزندکشی ویژه ایران نیست، در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته. ببینید رحمه خانم، که هیچ قاتلی پا نمیشه بره توی صندوق عقب ماشینش باز کنه، کتاب قانون ورداره، بیاره ماده رو به هم بزنه، بگه خب ماده 301 میگه من آدم بکشم فرزندم باشه مجازات نمیشم. ببینید، قتل ها
در شرایط خاصی به وجود میآیند. همین پرونده اگر فلواقع این مسئله درست باشه، من ماندم، اگر 10 سال پیش دامادشون رو کشتن، 3 سال پیش دختر دیگرشون رو کشتن، این دوتا پرونده چی شده؟ یعنی اینا پرونده ها مفتوح نبودن؟ پلیس چیکار میکرده؟ دادسرا چیکار میکرده؟ دیروز پلیس ما با افتخار گفت ما ظرف 6 ساعت با این که هیچ سرنخی نداشتیم، سرم نداشتیم، آمدیم و محل و مکان و اسم فرد رو پیدا کردیم. اون دوتا پرونده چی شدن؟ اگر اون دوتا پرونده بهشون رسیدگی میشد و سرنخهایی پیدا میشد، این خانواده رو زیر نظر میگرفتن، این اتفاق غایتا نمیافتاد. ببینید وضع این پرونده با پرونده رومینا با پرونده های دیگر فرق داره. فرزند وقتی که میگن ذهن افراد میره روی یک صغیر، یک بچه، یک دو، و عمدتاً زن، با عمدتاً دختر. ولی اینجا یه مرد 47-48 ساله دارای، میدونی در لندن همیشون ساکن بوده، فیلم ها خوبی داره، خودش وارد بوده، مادرم میگه اطلاع داشته. من تعجب میکنم اگر ایشون اطلاع داشته چرا به پلیس نگفته؟ دختر که پدرش، شوهرش کشته شده به وسیله پدر و مادرش، چرا پلیس رو در جریان نذاشته؟ 7 سال طول کشیده. همینطور شما هم گفتی در گزارش سیاوش آمد، باید ابعاد مختلف این پرونده واگویی بشه، بررسی بشه. من شوکم، من شخصا خودم به عنوان یک پدر باورم هنوز نمیشه، ولی خب خلق قانونی ما اینو داریم. اگر آنچه که دوستان اون دختر به اسم آرزو حرفایی رو گفتن، اگر اونم درست باشه، دیگه باید گفت کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود. به خلأ قانونی و قصاص اشاره کرد آقای احمدی، به هر حال خیلی از مخالفان مجازات اعدام اساسا خب با قصاص هم مخالفن و معتقدن که اون شکل از مجازات هم مجازات مورد قبولی نیست. فکر میکنید که آیا گزینه‌ای به غیر از قصاص وجود داره که بتونه هم به نوعی در واقع عدالت درش جاری بشه، هم منجر به قتل رسیدن یا اعدام فرد دیگه ای نشه؟ ببینید ما در ایران یک اصلی داریم، اصل 4 قانون اساسی، برابر این اصل کلیه قوانین تا ظهور در جمهوری اسلامی، تا ظهور آقای منظمون باید اسلامی باشه. و شما بحث قصاص رو در ایران نمیتونی با بودن ولکن فی القصاص حیاتا شیوه دیگری بگیری. ما باید در جمهوری اسلامی با همین مبانی پیش بریم. آیا ببینیم آن بخش هایی رو که میشه حذف کرد، مثل همین ماده 301 رو میشه حذف کرد، چون نص سری قرآن نیست. وقتی که نص سری قرآن نیست جز موازینه، اینو باید اصلاح کرد. دنبال موادی بریم که مواردی بریم که امکان عملی در شرایط موجود با توجه به عصر 4 قانون اساسی نیست، فقط خیال پردازی است. چرا اصلاحش نمی کنن آقای احمدی؟ امیدوارم که این موجی که راه افتاده سر این واقعا، هر کس، من با هر فردی که صحبت میکنم جامعه در شوکه. امیدوارم این یک تلنگر نه، که یک چکشی باشه، که ما بعض از قوانین شازی که داریم و با نص سری، یعنی با قرآن در تضاد نیست، با موازینه. موازین یعنی یک نظر یک عالم. حالا نظر یک عالم امروز میتونه چیز دیگه باشه و از احکام ثانویه استفاده کنن، انواع این قوانین رو بردارن، و اگر اینا برداشته بشه خب قاعدتاً حداقل جامعه تشفی پیدا میکنه. من نمیگم با قوانین هیچ موقع نمیشه جلوی جرائم رو گرفت. اگر میشد خب حقوقدانا رو جمع میکردیم، جامعه شناسا رو، قانون شناسا رو جمع میکردیم، بهترین قانون رو مینوشتیم، میگفتیم خب بفرمایید مدینه فاضل پیش خواهد آمد. با قانون نمیشه، ولی خب با این نوع بودن این نوع مواد قانونی در قوانین یک کشور روحیه جامعه رو آسیب میزنه. خب باید به فکر باشن اینو اصلاحش کنن، چون درگیری با قرآن یعنی نص پیدا نمیکنن، اینو اصلاح بکنن و اون امنیتی که میخوان برای فرزندم قائل بشن، مظلومیت فرزندم در نظر بگیرن. متشکرم. نعمت احمدی، وکیل دادگستری. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، بحث را از همون جای شروع بکنیم که آقای احمدی به پایان بردند، که چه تأثیری چنین خشونت هولناکی بر روحیه جامعه ایران میتونه داشته باشه؟ من فکر میکنم در کوتاه مدت همه ما رو در بهد و حیرت فرو میبره، و به ویژه خیلی مهمه که از آثار و عواقب این بهد و حیرت و نگرانی که ممکنه در خانواده ها منتشر بشه، از انتشارش به کودکان خصوصا جلوگیری کنیم در این موقعیت حساس.
برای اینکه خانواده میدونیم که اون تصویری نیست که تا به حال ازش ساخته شده. خانواده گاهی اوقات ناامن‌تر از خیابان هست. میزان قتل‌های خانوادگی در اکثر نقاط جهان حکایت از این موضوع داره. قتل کودکان یا قتل فرزندان در واقع یا فرزند کشی در خانواده‌ها گواهی مطلب نه فقط در ایران، در سراسر جهان که اگر لازم شد با آمارش اشاره میکنم. بنابراین ما بهتره که پیش از اینکه به پیامدها فکر کنیم، به اون بازسازی تصویر خودمون از خانواده، تصویری که پشت اون تصویرسازی مقدس قرار میگیره و نمیذاره ما موقعیت واقعیش رو ببینیم و بعد بتونیم در اونجا تصمیم بگیریم برای روش‌های جایگزین، برای شیوه‌های زندگی خانوادگی بهتر و با مسالمت بیشتر که این اوضاع رو کاهش بده. اگر این پیامد رو داشته باشه که ما رو نگران کنه، به فکر ترتیبات جانشین بیاندازه و به این فکر کنیم که چگونه همین زندگی خانوادگی رو میتونیم عادلانه‌تر و سالم‌تر بکنیم، به نظرم پیامد مثبتی است که از این حادثه که کم هم نیست در طول سال میتونیم متاثر بشیم و شاید این کمکی بکنه به بهبود زندگی به طور کلی در جامعه ما. آقای قاضیان، همونطور که اشاره کردین فرزندکشی در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق میفته، اما در این پرونده خاص رگه‌هایی از پدرسالاری بسیار خشک دیده میشه. میشنویم که پدر خانواده از اختلاف نظر با پسرش صحبت میکنه و همچنین با دخترش، و اینکه هنوز در سن نزدیک به 50 سالگی پسر در یک خانه داره با پدر مادر زندگی میکنه، هر دو احتیاج به فضا و حریم خصوصی خودشون رو دارن، اما پدر کماکان میخواد سلطه داشته باشه. مشکل کجاست؟ فکر میکنید که این درهم تنیدگی، این پدرسالاری رو چیکار باید باش کرد؟ ببین، تردید در این است که پدرسالاری در اینجا نقش داره در خانواده، یعنی بزرگترها و مردان سلطه بیشتری دارن بر منابعی که در درون خانواده در دسترس، و از این طریق سلطه خودشون رو بر دیگران، یعنی بر کوچکترها و بر زنان خانواده اعمال میکنن. اما پدرسالاری فقط یکی از جنبه‌های توضیح دهنده این مسئله است. یکی از جنبه‌های دیگر و مهمترش چینش موقعیت‌هاست در درون خانواده، که این رو شما در جامعه‌های دیگر هم میتونید ببینید. به همین دلیل هست که فرزندکشی در جاهای دیگه حتی بیشتر از ایرانه، که ممکنه در اون جامعه‌ها پدرسالاری ضعیف‌تر باشه. مثلا در آمریکا آمار FBI نشون میده که 450 تا 500 فرزندکشی در سال در خانواده داریم. یا مگر مثلا آمار کانادا رو اگر من بخوام قیاس بکنم با نسبت جمعیت، شاید بالای 250 کودک کشی در سال داریم به نسبت جمعیت آمریکا، البته ولی خودش رقمش کمتر از اینه، برای 5 دهه مثلا بررسی شده. اگه با ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 75 مثلا ما قتل داریم در سال، قتل خانوادگی، اگر مطابق آمارهایی که تا به حال خیلی هم دقیق نیست داده شده باشه. بنابراین نشون میده که این پدیده جهانی است و به ساختار خانواده برمیگرده، نه لزوما فقط مسئله فرهنگ پدرسالاران. اون ساخت یا بافت درونی خانواده، روابط بین افراد، نامتعادل بودن توزیع منابعی که خودش رو در خانواده نابرابر نشون میده، همه اینها نشون دهنده اون وضعیتی است که ممکن در نهایت به خشونت خانگی و در بعضی از موارد به قتل‌های از این دست هم منتهی بشه. اشکال در اون ساختار خانواده چیه؟ چیزی که بهش اشاره کردید. یکی از مهمتریناش مسئله توزیع منابع است، که این منابع به صورت ناعادلانه توزیع میشه. بخشی از این نابرابری در خانواده ناشی از همون فرهنگ پدرسالاری است که همونطور که گفتم منابع بیشتر یا تصمیمات مهمتر رو در اختیار پدر به عنوان بزرگ خانواده، بزرگترها به طور کلی و مردان خانواده قرار میده. در جامعه‌ای که پدرسالاری قوی تره، این توزیع منابع نابرابرتره و این یکی از عوامل مهمه. دوم، ممکنه چیزهای دیگری باشه که بیرون از خانواده هم جریان داره، اما خودش رو در جریان زندگی خانوادگی هم نشون میده. مثلا این که ما میدونیم در خانواده افراد متفاوتن، ممکنه تضاد منافع، علایق، سلیقه ها و استفاده از منابع رو داشته باشن، بنابراین درگیری و تضاد و تنازع رخ میده. حالا برای حل این چیکار باید کرد؟ اگر شیوه های مناسبی برای حل و فصل این اختلافات در درون یک جامعه و من جمله در درون زندگی خانوادگی وجود داشته باشه، این شیوه ها به سهولت قابل دسترسی باشه، هزینه های اندک داشته باشه، طرفین این نزاع بهش اعتماد داشته باشن، وقت این شیوه های جایگزین حل اختلاف میتونه اون خشونت رو که در واقع میخواد اون مسئله های مورد اختلاف رو از طریق زور حل بکنه،
جبران بکنه و از طریق اون شیوه ها ما این امکان رو داشته باشیم که به جای استفاده از زور به شیوه های مسالمت آمیزتری در حل و فصل اختلافات خانوادگی که ناگزیر هستند برسیم و شاید این کمک کنه. این ناگزیری اختلافات خانوادگی باز دوباره به ما کمک میکنه که تصویر درستری از واقعیت زندگی خانوادگی داشته باشیم و اونو در پوشش تصویرهای مثل کانون گرم خانواده، پدر مهربون، مادر فداکار و اینها نپوشونیم. اینها همه انسان ها هستن، در چینش و موقعیت زندگی خانوادگی ممکنه که موقعیتشون هم عوض بشه، رفتارشون هم عوض بشه و از یه مادر با عاطفه ارتکاب قتل رو ببینیم، از یک پدری که فرزندش رو دوست داره هم ارتکاب قتل رو ببینیم. اونها قاتل بالفطر نیستن. موقعیت‌ها و چینش زندگی خانوادگی هر کسی رو ممکنه در موقعیت‌های خطرناکی مثل این قرار بده اگر راه حل‌های جانشینی برای حل فصل اختلافات وجود نداشته باشه. متشکرم. حسین قاضی، جامعه شناس.